و یه روزی علم به صحت تمام دستورات دین میرسه. توی یکی از این کشورهای خارجی یه نفر بلند شد، از اینایی که تازه به دوران رسیده بود، بلند شد گفتش که آقا این اسلامی که شما میگید گوشت خوک رو حرام کرده، گوشت گاو رو حلال کرده، گوشت گاو انگلش بیشتر از گوشت خوک هست، و یه کمی حالا بنده هم توضیح داد و بنده هم یه کمی حالا کار کرده بودم تو این مسائل طب اسلامی، چرا اینجوری مثلا دین شما ورداشته گوشت خوک رو حرام میکنه؟ چون واقعا گوشت خوک انگلش کمتره. بنده اونجا گفتم که شما جایی شنیدید که گوشت خوک به خاطر انگل حرام شده؟ گفت نه، پس چرا حرام کرده؟ گفتم شما میدونید به خاطر انگل هایی که تو گوشت گاو هست، گوشت گاو به شدت مکروهه، به شدت حالا در این حال مکروهه. گفت بالاخره اینو حرام کردید مثلا انگل نداره. گفتم اون دلیلش اینه، پیامبر اکرم فرمود گوشت خوک حرامه به دلیل اینکه. یه بحثی ما الان داریم به نام آثار ژنتیک غذاهایی که میخوریم، صفات ژنتیک به ما منتقل میکنن. گوشت خوک صفت بیغیرتی رو به انسان منتقل میکنه. پیامبر اکرم فرمود به این دلیل گوشت خوک حرامه. آقا یه خانومی تو جلسه بود یک جیغ بنفشی کشید و من اولش فکر کردم میخواد اعتراض کنه و سر من یه دادی بزنه و یه من چی بگه. بعد دیدم که گفت واقعا اسلام اینو گفته. من الان توی مؤسسه‌ای دارم کار میکنم که آثار صفات ژنتیکی که گیاهان دارن برای انسان منتقل میکنن مطالعه میکنیم. اسلام 1400 سال پیش به این چیز توجه کرده. درباره گیاهان هم چیزی گفته. گفتم بله، بعضی از سبزی ها هست که خانم ها بیشتر باید بخورن، آقایون نباید بیشتر بخورن، به خاطر صفاتی که به انسان منتقل میکنه. من امیدوارم شما به دین اینجوری نگاه بکنید. هر دونه از دستورات دینی رو رعایت نکنید به خودتون صدمه زدید. هر دونه از دستورات دینی رو رعایت نکنید به خودتون صدمه زدید. سوال میکنن آیا اندیشه به دیگران حین ارتباط اشکالی داره؟ حرامه؟ خیر. الان مرد به همسرش نزدیک شده، به فکر دیگریه، به فکر خانم دیگه است، حرامه؟ خیر، شرعاً حرام نیست. این فضل خداست و منتی است که خدای بزرگ و مهربان بر ما مسلمانان گذاشته که فکر گناه گناه نیست. داره با همسرش نزدیکی میکنه، داره تصور میکنه که با یک خانم نامحرمی داره نزدیکی میکنه، حرامه؟ خیر. امام زمان رو بعض صلحا در عالم مکاشفه دیده بودن که حضرت نامه های زیادی مقابلشون رو هم چیده شده. حضرت نامه ها رو بر می داشتن، نگاه میکردن، کنار نامه ها چیزی مرقوم میفرمودن، امروزی ها میگن پاراف میکنن، یعنی دستور میدن که انجام بده، این نامه ها رو حضرت پاراف میکردن. بعض نامه ها رو میبوسیدن بعد پاراف میکردن. عرض داشتن آقای نامه ها چیه؟ فرمود شیعیان ما به امامزاده ها متوسل میشن، امامزاده ها حواله میدن، ما حواله های اونا رو امضا میکنیم، حاجت روا میشن. اذا ظهر فی سن الشیوخ بعدش و منظر الشباب، جوونه زیر 30 ساله، شاب موفق، کلمه موفق در لغت نگاه کنید میگن زیر 30 سال. نگاه با آقا میندازین زیر 30 ساله، کسی کمتر از 30 سال با. یعنی ابتدای بله عنفوان جوانی شد. سن الشیوخ هزار اندی و منظر الشباب، تا آخر عمرشون امام زمان، حالا چقدر عمر میکنن تا رحلت کنن، تا آخر عمرشون یک دونه مویه بله سفید در چهرهشون نیست. منظر الشباب قویاً فی بدنی، مقتدر، توانمند. خب آقا میخواد مثال بزنه، تقریب معقول بل محسوس،
میفهمد توان امام برات مثال بزنم حتی لو مد یده الى اعظم شجرت على وجه الارض لقلعها تنومنترین درخت روی زمین را یک دست با یک دست ریشه میکنه. یک کدوم توانمند امروز این کار میتونه بکنه؟ کی این کار میتونه بکنه؟ مسئولیت سنگینه در برابر او. مسئولیت باید قدرت بله بدنی هم داشته باشد سوای مسائل دیگر، تأییدات آسمانی جای خودش. بعدش ولو صاح بین جبال لتدکدکت صخورها، فریاد بین کوه ها بزنه سنگ های کوه میریزه متلاشی میشه. دست دادن با زن نامحرم حرامه، فرقی نمی کنه این زن از فامیل انسان باشه یا پیر باشه یا خارج کشور باشه، فرقی بین اینها نیست. ابتداعاً انسان به خانمها سلام نکنه، البته اگر اونها سلام کردن جواب سلامشون در صورتی که مفسده نداشته باشه واجبه، ولی خود انسان ابتداعاً به خانمها سلام نکنه. سلام. کراهت داره دعوت بانوان به غذایی که انسان داره میخوره، کراهت داره و در مورد زنهای جوان کراهت بیشتری داره. و نکته آخر این است که فرمودن اگر خانمی در جایی نشسته بوده بلند شد رفت، حالا تو خونه تو ماشین جای دیگه، فرمودن کراهت داره که انسان جای اون خانم بشینه مگر اینکه مدتی گذشته باشه و اون جای نشستنش سرد شده باشه.